دوستان عزیز، درود به شما. باشه، صفحه 179 کتاب اونیسیش ارتقای هستید. با من سعید همراهی میکنید و میخوایم بریم اینجا در مورد فعل تلتن، چادر زدن، صحبت کنیم. قبل از اون ازتون خواهش میکنم اگه از ویدیو خوشتون میاد به دوستان خودتون هم توصیه بکنید و اینکه سابسکرایب بشید اگه سابسکرایب نشدید و زنگوله رو هم حتما به فشار بیارید که براتون به ویدیو ها به موقع برسه وقتی آپلود میکنم. اوکی، ببینیم جریان چادر زدن تلتن چی هستش. تلتن فی کیندر اون یوگندلیخه ایست اس افت نوخ این ابنتویر دراوزن زو تلتن. برای بچه ها و جوان ها هنوز الان یک ماجراجویی هستش که بیرون چادر بزنن. از دراوزن نکترین زون دراوزن. یعنی تو هوای آزاد. خب ما اینو یه ذره دیگه یه ذره بیشتر توضیح میدیم. میگه اس ایز نوخ ابنتویر. ما میگیم این سایت این در کمپیوتر شپیله. ایس دست زلتن. از فعلش استفاده میکنیم. بخش از مسترش استفاده میکنیم. ایس دست از مستر نه. از اسمش استفاده میکنیم. ایست از تلتن فی کینده اون یوگندی که نوخ این ابنتویلیشس الیبنس. اوکی، به جای ابنتویر میتونیم از ابنتویلیشس الیبنس هم استفاده کنیم. در زمانها و در دوران این سایتن، یعنی این ده اپوخ، ابد ما اپوخ نمیگیم اینجا چون که اپوخ برمیگرده به دوران زیست شناسی و فلان و این چیزا، ولی این سایت در کامپیوتر شپیل. در زمان امروزی که همه کامپیوتر بازی کامپیوتری میکنن، چادر زدن برای بچه ها و جوان ها یک دونه تجربه ماجراجویانه هستش. این ابوکسلون فی دی کنده ایست آفبا این سلت لاگرز. از کلمه سلت لاگر استفاده میکنیم. ما داریم یا سلت لاگر دیگه، این لاگر یعنی معوا کردن، جا باز کردن یه جایی. یه دونه ابوکسلون، یه دونه تغییر برای بچه ها هستش، در باز کردن یه دونه تلت لاگر. تلت لاگر در واقع چیزی هستش که مثلا شما آتیش هم روشن میکنید، چه میدونم لباساتون رو آویزون میکنید، میشورید، تمام این جریان که اون دور براتون هست بهش میگن تلت لاگر. میگن به معنی انبار نیستش. از آفشلاگن این تلت لاگر این وونزیمر تو اتاق نشیمنم، تو بخشید برای تو اتاق نشیمنم میشه درست کرد. کینده لیبن هرلن سلته اوند مینی هویزر این دینین زیزی فکرمل میکنن. بچه ها عاشق چی هستن؟ هرلن قار هستن، سلت چادرها هستن و مینی هویزر و خونه های کوچیک هستن که میتونن در اونها خودشونو چیکار کنن؟ فکرمل میکنن. فکرومل یعنی اینکه بری یواشکی غیب بشی، یه جایی خودت مخفی بکنی. زیش فکرومل یعنی لانگزام فرشوینتن، زیش فرشتکن، غیب شدن. شما ممکنه مثلا توی یه دونه پارتی هم باشین بگین ایش باید می فکرومل هیه، یعنی میرم یه گوشه خودم رو قایم میکنم، نمیخوام کسی منو ببینه. ممکنم هست اصلا با همین فکرومل یواشکی بذارید برید جیم بشید، برید هیچ کی نبینه شما رو. This is off فکرومل، غیب میشید یواش یواش. از هزیش فکر کرومل ناشته باشیم فعل خوبی از به درد مخوره. من درف زن تلت نیکت، یه جملات دیگه هم بگیم راجش. من درف زن تلت نیکت اوبال این در فرای نطور اون نیکت اه شد دو چوائی مال. من درف زن تلت نیکت اوبال این فرای نطور آوشلاگن. کی اینجا دوبار نوشته؟ من اگه بفهمم بیرونش میکنم. من در زنه تلت نیکت و بعد این دفعه نطور آوشلاگن. اجازه ندارم چادر خودش هر دلش خواست در فرای نطور چی کار بکنه؟ آوشلاگن. از من شلیکت این زنه تلت آف. خب حالا بریم ببینیم بازار این چیه. تلت زنه تلت آوشلاگن یا اینکه جملات دیگه داریم. ایک هبه این نوی Anstellung in Hamburg angenommen. من یه دونه شغل جدید در هامبورگ قبول کردم. Daher werde ich meine Zelte in München abbrechen. چادرهای خودم رو در مونیخ من چیکار می‌کنم؟ abbrechen می‌کنم. یک اصطلاح هست که به معنی Zelt abbrechen یعنی در واقع تو پرانتز یعنی کاسه کوزم رو جمع می‌کنم از اینجا. همچین چیزی تمام وسایلم جمع می‌کنم میرم.
Miserabel. Ich werde mich verkrümmen. Naja, so ganz, nicht ganz verkrümmen. Also Zelt aufschlagen, Zelt abbrechen. Okay? Und dann werde ich, also danach, ich werde meine Zelte in Hamburg aufschlagen. Also in aufschlagen, also meine Zelte irgendwo abbrechen und meine Zelte in einer neuen Stadt aufschlagen. یعنی که چادرامو اونجا بنا میکنم میزنم در واقع یعنی زندگیمو اونجا شروع میکنم also Zelte abbrechen bedeutet neue Lebensphase beginnen umziehen بس in übertragene Sinne به این معنی هستش seine Zelte irgendwo aufschlagen bedeutet sich niederlassen sich heimisch fühlen irgendwo Warte mal, wenn ich irgendwo meine Zelte aufschlage, yani ich will dort bleiben, ich fühle mich dort heimlich. Also nicht heimlich, wer macht denn? Heimlich ohne L, heimlich, na. Heimlich, Moreche, wenn man sich verkrümmelt, dann ist das geheim. Okay. دوستان عزیز این از اینجا از این مطلب بودش این سلت آفشلاگن سلت ابرشن هم داشته باشید شاید به درد بخوره به خصوص کسایی که مهاجرت میخوان بکنن زی werden ihre Zelte in Iran abbrechen und ihre Zelte irgendwann mal neu in Deutschland aufschlagen zum Beispiel. اوکی موفق باشین تا ویدیو بعدی موضوع خودتون باشین.